نسخه نامه الهی که توی ای آینه جمال شاهی که توی بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی. به نام خالق نشانه ها سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و لحظه به لحظه قدم به قدم به هدف فوق‌العاده و درجه یکتون نزدیک و نزدیکتر بشید. من سهیل ذوالفقاریه هستم، اینجا کلاسینوی و شما میهمان پادگان ذوالفقاریه هستید توی یه کارگاه هیجان انگیز و درجه یک دیگه، کارگاه هبیت ترکر، که قطع به یقین خیلی هاتون که شناخت بیشتری نسبت به بقیه از کارگاه ها دارید میدونید که این کارگاه چقدر حائز اهمیته و قراره چقدر اتفاقهای مهم توی این کارگاه بیفته. انشالله که کنار هم دیگه توی این کارگاه کلی چیزهای خوب قراره یاد بگیریم و کلی اتفاقهای مثبت قراره برای هممون بیفته. رفقا، این کارگاه کارگاه بسیار مهمیه، بسیار بی نظیره و ازتون میخوام حتما با والدینتون حضور داشته باشید. خیلی هم عالی. سلام رفقا، سلام سلام، بیاد بالا ببینیم چه خبره. سلام 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 سلام، رفقای درجه یک کارگاه قبلی که والدین حضور داشتن فکر کنم اتفاقهای خاصی افتاد، یعنی یه سری از ماجراها، مرسی، یه سری از ماجراها که میباید شکل میگرفت شکل گرفت. حالا میخوام ببینیم توی این کارگاه قرار چه اتفاقی بیفته و عملا ما خیلی علاقه مندیم که تو همه کارگاهامون پدر مادرهای عزیز دل حضور داشته باشن و من یکی از وظایفم اینه که خیلی از حرفای دل بچه‌ها رو که شاید خودشون روشون نشه که بگن، یا بهتره بگیم زورشون نمیرسه بگن، و قرار من به پدر و مادرها بگم، البته یه مقدار پخته شده تر، یه مقدار علمی تر، یه مقدار با چارچوب تر. رفقای درجه یک سلام 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 سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه، امیدوارم که ردیف باشید، امیدوارم که آماده باشید محکم درست و درمون حرفه‌ای واسه این که بریم و قدم به قدم نزدیک بشیم به اون چیزهایی که لیاقتشو داریم، که قطع به یقین هم اتفاقهای خوبی قراره بیفته توی این کارگاه، کما اینکه تا الان هم توی کارگاه‌هایی که داشتیم دقیقا همین فضا خدا رو 100,000 مرتبه شکر در واقع وجود داشته و تو هر کارگاه من سعی کردم که مطالب و موضوعاتی رو به تو آموزش بدم که بهت کمک بکنه قدماتو محکم‌تر برداری، سریع‌تر حرکت بکنی، صحیح‌تر بیای جلو و به چشم خودت پیشرفت رو ببینی، چون ما هممون میدونیم یکی از مهمترین اتفاقهایی که شاید بشه گفتش توی کارگاه‌های مشاوره و برنامه‌ریزی من داره میفته اینه که سعی میکنم با آموزش دادن این روندهای درست و این ماجراهای ایدئال کمکت بکنم که نسبت به خود قبلیت بهتر بشه، چون این خیلی ارزشمنده که من نسبت به خودم پیشرفت کنم و اوزام رفته رفته ایدئالتر و بهتر بشه. رفقا، بسیار اهمیت داره، بسیار اهمیت داره که حواستون شیشتون توی این کارگاه جمع باشه که بدونید قراره چه فرایندی داشته باشیم و عملاً از الان به بعد دیگه میشه گفت یه سری از ماجراها داره جدی و جدی و جدیتر میشه و یه سری از موضوعات داره خصوصی تر میشه، یعنی صرفاً معطوف به سربازان پادگان ذوالفقاریه. بچه های راه‌اندیشه، بچه های VIP این قضیه رو قشنگ از هفته های پیش درک کردن توی کلاس های مشاوره خاصی که اونجا دارن میگذرونن، بچه های پروفشنال هم قراره که یک سری فرایندهای خاصتری رو از الان به بعد داشته باشن که دیگه مربوط به خودشون فقط خواهد بود و بر مبنای همون اون با هم دیگه میخوایم بیایم جلو. پس ازت انتظار دارم که صد خودتو بذاری خیلی محکم، خیلی درست و درمون و خیلی ردیفتر از قبل با من بیای جلو. ما وارد یک کارگاه و یک جلسه شدیم که شدیداً اینو میطلبه که صد تو بذاری توی این کارگاه و خیلی پر انرژی و میزون همراه باشی بیای جلو، یعنی شل کن صف کن نداشته باشی، یه تیکه راه بیام یه تیکه نیام، امروز خوبم فردا، و این اخلاقیات مزخرفتو بریز دور و از الان به بعد یه تصمیم خیلی مهم بگیر، یعنی واقعاً چیزی از دست ندادیم تا الان، ولی اگه از الان به بعد با من نیای جلو خیلی چیزا رو قراره از دست بدی.
بدیم. اگه از الان به بعد صدتو نذاری محکم و درست و درمون نیای جلو، قطع به یقین دیگه خیلی زشت و آبروبر و چیزه به هر حال دیگه، چون ما تازه داریم اصل ماجراها رو شروع میکنیم، تازه اون تکنیک های لول بالا، اون تکنیک های در حد و در سطح رو داریم یاد میگیریم با هم دیگه. حالا اینکه تا الان خوب نبودم، نصف نیمه اومدم جلو، خیلی حرفه‌ای کار نکردم، اوکی، عملا میشه گفت تا الان بازی بازی کردیم با قضیه، اما از الان به بعد دیگه شوخی بردار نیست. یعنی از الان به بعد داستان دیگه با کسی شوخی نداره. بد بودم، نخوندم، نشد، نتونستم، کم آوردم، خیلی حرفه‌ای عمل نکردم، اوکی، به درک آقا، بنا به هر دلیلی خوب نبودی، بنا به هر دلیلی که به هیچ کس ربط نداره، ولی از الان به بعد داستان دیگه شوخی بردار نیست. تو تمام ماجراهای مهم همینه، تو تمام طرح‌های مهم همینه. اولش در حد دستگرمیه، یعنی چهار تا حرکت و فلان و بیسار و این داستان، ولی دیگه از الان به بعد ماجرا، یعنی از اون لحظه ای که دیگه احساس میکنیم داریم نزدیک میشیم به ماجرای، داریم نزدیک میشیم به اون کارزاره، داریم نزدیک میشیم به اون قضیه، دیگه شوخی نیست. یعنی راه برگشتی آنچنان وجود نداره. پس الان دو حالت وجود داره، یا اینکه بگی آقا آی کنکور سرسری، من غلط کردم، من این کاره نیستم، اصلا خودتو با من چیکار داری، ولم کن، لعنت به من که اومدم تو مسیر، خدافظ شما، برگرد برو. یا اینکه برگردی بگی آقا جان، آقای کنکور سراسری، این تو بمیری از اون تو بمیریان نیست، این که بزنی در بری وای نسی دیگه نداریم، دیگه با من طرفی، یعنی یه دونه بزنی ده تا میخوری. از الان به بعد داستان خیلی حواست باید جمع باشه و محکم قدم برداری بیای جلو، یعنی شل کن صف کن نباید داشته باشیم، درست و درمون و حرفه‌ای و محکم گازشو میگیریم میایم جلو، قشنگ سرویس میکنیم کنکور سرسری. ما بابا عزیز عذرخواهی میکنم، ولی خب به حال بعضی اوقات باید برگردم به تنظیمات کارخونه. اوکی، حل، بریم ببینیم داستان چیه، هبی تریکر چیه، این حرفا کدومه، این سوسول بازی ها چیه، قراره چه اتفاقایی بیفته. چون ما یک داستانی که داریم، خیلی از روند و روش و تکنیک هایی که میگیم، خیلی از بچه ها در شروع که میخوان ازش استفاده. ماشین خریدی پهلوان؟ ماشین خریدی؟ بچه ها شینی نهیدی؟ چند سال پیش ما نمومد اصلا بکشینی تکنیک و روند و روش هایی که آموزش میدیم، خیلی از بچه هایی که از همون به بسم الله باش نمیان جلو، یکم که تایم میگذره، یکم که میریم جلوتر، برمیگردن یواشکی میگن آقای ذوالفقاری غلط کردیم، ای کاش الان برمیگشتیم به اون موقع ازش استفاده میکردیم. مثل فرایند یادگیری، مثل پیتزا، مثل تایم های مهمی که بحرانی میگذرونیم، میگیم جون مادرتون حواستون جمع باشه، یه سری اینجوری نیستن، بعدم به غلط کردن میفتن. حالا رسیدیم به هبی تریکر، رفیق خوب گوش بده، همه ماها مملو از عادت های چرت و پرتیم، مملو از عادت های غلطیم، مملو از فکر های منفیم، مملو از مود های اراجیفیم، مملو از حال بدیم. فارق از این که همه آدم های روی کره زمین فاز منفی میگیرن، یه سری عادت های اشتباه دارن و یک سری اتفاق های در هم و بر هم براشون میفته که گاهن قادر نیستن تغییرشون بدن، شکر خدا ما در جغرافیایی به دنیا آمدیم که از صبحش تا شبش بمبارون مودهای منفی و اتفاقهای عجیب و غریبه. یعنی اگه بلد نباشی خود مراقبتی و اگه بلد نباشی خودتو حفظ کنی، اگه بلد نباشی از خودت مراقبت کنی، اگه بلد نباشی مغزتو همچین درست و درمون هدایتش کنی و حفاظتش کنی، میمیری. و مرگ فقط این نیستش که بگن لبزش نمیزنه، قلبش نمیزنه، مرد. من هزاران هزار مرده متحرک میشناسم، من هزاران هزار آدم هاییو میشناسم که صرفا فقط زندند، آدم هایی که در ظاهر حالشون خوبه ولی در درون منهدمن،
و درد اینجاست. آدم هایی که ظاهراً زنده اند اما خیلی وقته که از دست رفتن. آدم هایی که ظاهراً زنده اند اما خیلی وقته که دیگه بین ماها نیستن. این جلسه قراره که دقیقاً همین فضا رو بررسی کنه. چی کار کنم که خودمو نکشم؟ چی کار کنم که خودمو از بین نبرم؟ چی کار کنم که به داد خودم برسم؟ چی کار کنم که بتونم در سلامت کامل روان زندگی کنم؟ زندگی کردن خودش یه هنر بزرگ بچه ها. زنده بودن با زندگی کردن خیلی فرق داره. اینکه تو درست و درمون تو همون مسیری قدم برداری که حالت خوش باشه، دلت بزوقه، وقتی داری پیشرفتتو میبینی، هنره. اینکه مدلی زندگی بکنی که این قدرت و اعتماد به نفس رو داشته باشی که به بقیه بگی منو ببین مثل من باش، این یه هنره. مدلی زندگی بکنی که هر از چنگایی وقتی بر میگردی به گذشته نگاه میکنی یه نفس راحت بکشی بگی خدای شکرت چقدر خوبم، چقدر درست و درمونم، چقدر میزونم، چقدر همه زندگیم رو قلتکه، چقدر همه چیزم به همه چیزم میاد. این هنره. از دید من از هر 10 نفری 9 نفر بلا شک این هنر رو ندارن. از دید من از هر 10 نفری 9 نفر تباه زندگی میکنن. مسیرشون غلطه. مسیر درسته، انگیزه ای وجود نداره. انگیزه دارن، ابزار ندارن. مسیر رو دارن، انگیزه رو دارن، ابزار رو دارن، شناخت درستی ندارن. ما تو این جلسه میخوایم یه کار بزرگ انجام بدیم. میخوایم خودمون رو با خودمون روبرو کنیم. و چقدر خوشگله که هر از چند گاهی این کار رو انجام بدیم. چقدر خوشگله که هر از چند گاهی وایسیم روبرو خودمون، روبرو آینه قدی، بگیم به به کیف میکنم وقتی میبینمت، اینقدر محکم و درست و درمون و خوش چارچوبی. یا خدای نکرده برگردیم بگیم اه این چه وضعیه، پاشو جمع کن خودتو. تو این کارگاه دقیقا میخوایم به همین ماجرا بپردازیم. چی کار کنم که حالم خوب باشه؟ حلقه گم شده یه زندگی ما ایرانی ها. چی کار کنم که حالم خوب باشه؟ آقا مگه نه این که ما یه بار فرصت زندگی داریم؟ مگه نه این که یه بار هستیم؟ مگه نه این که توی این یه بار باید ته همه یه چیزای خوب و در بیاریم؟ پس باید یه فکر به حال خودمون کنیم دیگه. باید یا آچار دست خودمون بگیریم و درست و درمون یا آچار کشی بکنیم این شخصیت رو که بتونه توی یه چارچوب درست قدم برداره. امروز همون جلسه است. امروز از اون جلسه هایی داریم که پایانش یا هر دوتا چشت پر اشکه، داری زار میزنی با حال خودت، یا هر دوتا چشت پر اشکه، داری اشک شوق میریزی. و این خیلی ارزشمنده. این خیلی ارزشمنده که بعضی اوقات وایسیم به داد خودمون برسیم. ما یه موقعهایی از خودمون غافل میشیم، میدویم صبح تا شب داریم میدویم، بعد وای میسیم اینم من خودم رو گم کردم، اصلا کجای داستانم، خودم رو کجا جا گذاشتم. امروز از اون جلسه هاییه که آخرش
دستتو میاری جلو، خودتو پیدا میکنی، محکم میگیری، از اینجای کار به بعد با خودت محکمتر قدم برمیداری. هبیت تراکر. ما امروز تو این جلسه میخواییم حالای بدمونو شناسایی کنیم، حالای خوبمونو شناسایی کنیم، یه فکری به حالشون بکنیم، یه کاری بکنیم که اوضاع و احوال تغییر بکنه، یه کاری بکنیم که حس و حاله عوض بشه. به خاطر همین میگم این جلسه مخصوص همه است. حتما نباید کنکور داشته باشی، حتما نباید دانش آموز باشی. میدونیم ما چقدر زن خونه دار داریم که حالش بده، احساس میکنه به اون چیزی که لیاقتش نرسیده. میدونیم ما چقدر آدم در مشاغل مختلف داریم که حالش بده، احساس میکنه اصلا جاش اونجا نیست. میدونی ما هر سال چقدر دانشجو داریم که انصراف میده، چون تازه میفهمه که اصلا جاش اینجا نیست. به مامان بابات بگو بیام بشینن تو این کارگاه، به رفقات بگو الان همه باید حضور داشته باشن. این جلسه جلسه ایه که خودتو با خودت روبرو میکنه. من تو اولین کارگاهی که داشتم گفتم آدمی که هدف نداره و نمیدونه چی میخواد اصلا آدم نیست، اصلا وجود نداره، فقط حضور فیزیکی داره، فقط میخوره و میخوابه و اکسیژن مصرف میکنه و دیوکسید کربن داره پس میده، هیچ سود دیگه ای نداره. پس خیلی اهمیت داره که حواسمون جمع این داستان باشه که اگه میخواییم به هدف خوشگله برسیم، باید براش غیرت خوشگلی هم داشته باشیم. صرفا با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه. اینکه صرفا برگردم بگم فلان رشته رو میخوام، فلان کارو میخوام، فلان آدمو میخوام، فلان ثروتو میخوام، فلان خونه رو میخوام، فلان حال خوبو میخوام، که اتفاقی نمیافته. باید از درون عرق داشته باشم به اون خواستنه که اسمش غیرته. غیرت منو مجاب میکنه که قدمامو محکم بردارم، چشممو رو همه چیز ببندم غیر از اون هدفه، هیچ کاری نکنم جز رسیدن به هدفه، روبروی همه سختی ها وایسم برای رسیدن به هدفه. غیرت خیلی عجیب و غریب و سخت نیست شناختش. غیرت یعنی این که بخوام بخوابم ولی نخوابم، بتونم برم تفریح ولی نرم تفریح، بتونم با موبایلم وقت بگذرونم ولی این کارو نکنم برای رسیدن به اون چیزی که لیاقتشو دارم. آدمی که هدف داره، آدمی که میدونه چی میخواد، برای رسیدن بهش غیرت داره، ولی کن همیشه تو مسیر رسیدن ما یک سری مانع داریم که از دید من حاشیه ذهنی پررنگ ترینشه. اما به این ماجرا این مدلی که من نگاه میکنم از الان به بعد نگاه کن، حاشیه ذهنی زمانی پیش میاد که تو نسبت به هدفت غیرت نداری. مگه میشه که بدونم چی میخوام و مغزم بپره؟ مگه میشه که بدونم چی میخوام و ذهنم به یه چیز دیگه‌ای، به یک داستان دیگه‌ای، به یک ماجرای دیگه‌ای بپردازه؟ حاشیه ذهنی زمانی ایجاد میشه که تو غیرت نداری به هدفت. بذار اینجوری بگم، یا هدف نداری یا داری ادا در میاری. بچه تا اینجای داستان رو با من موافقید؟ آره یا نه؟ خیلی خوبه که همه موافق این داستانن. خب بچه من یه چیزی هم بگم، ما از یکی از ادمینامون خواستیم امروز بیاد اینجا توی کارگاه، البته اون بر نشسته و به خاطر اینکه خیلی نت ضعیفه داره عملا شروع میکنه. من بهش دادم فایل برنامه رو داره تونتون براتون ارسال میکنه، یکم باید صبور باشید، اوضاع اینترنتمون خیلی داغونه، خیلی داغونه، خیلی به فنا رفته از اوضاع اینترنتمون، یه مقداری صبور باید باشید. ما داریم برنامه رو ریز ریز دادم دارم بچه ها میفرستن، یعنی دابلای کارگاه برنامه‌هاتون داره ارسال میشه.
خب خوب به این تیکه صحبت من گوش بده. اینجا یه کار اعصاب بعضیاتون رو میخواد به هم بریزه. قراره که از اینجای کار به بعد به بعضیاتون خیلی چیزا بر بخوره. اینجا رو داشته باش. من میگم وقتی میتونی وقت تو هدر بدی و از هدف دور بشی و هیچ حس بدی نسبت به این فرایند نداشته باشی، بهتر نخوره ها، ناراحت نشی ها، بد و بیراه بهم نگی ها، این یعنی که تو داری غیرتتو از دست میدی. بی غیرت شدن چجوریه؟ طرف هدف داره، انگیزه رسیدن بهش داره، داره میجنگه که هر جوری بشه بهش برسه. شیش بیدار میشه، دوازده میخواد. شیش بیدار میشه، دوازده میخواد. برنامه‌شو انجام میده، گزارششو میفرسته، آزمون میده، آزمونشو تحلیل میکنه. روز اول از خواب که بلند میشه احساس میکنم یکم خستم، بذار نیم ساعت بیشتر بخوابم. بی غیرتی شروع شد. شروع بی غیرتی نشونه داره. نشونه بی غیرت شدن میدونی چیه؟ بهت بر نخوره ها، بهت بر نخوره ها. نشونه بی غیرت شدنه بی حس شدنه. تا دیروز موبایلشو وقتی دستش میخواست بگیره یاد این میافتاد که آقای ذوالفقاریه بهم گفته اگه اومدی تو پادگان ذوالفقاریه بس صد خودتو بذاری که نتیجه بگیری. من هدف دارم، واسه هدفم میخوام بجنگم، من انگیزه دارم، باید بهش برسم. ولم پرت میکرد موبایل رو بره. امروز موبایل رو ور میداره، یه نگاهی هم بهش میندازه، میذاره یه گوشه. فردا موبایل رو بر میداره، یه لحظه برم اینستامو چک کنم بیام. آی داری بی حس میشی، داری بی حس میشی، داری بی حس میشی، داری بی غیرت میشی. ما این داستانای دردناک رو زیاد شنیدیم. طرف معتاد میشه، اینقدر این اعتیاد سخت و عذاب آور و بدبخت کننده است که به خاطرش مهمترین و ارزشمندترین وسیله های زندگیشو میفروشه. داره بهش بیهس میشه دیگه، داره غیرتها رو از دست میده دیگه. داد میشه، انقدر بیهس شده، انقدر بیغیرت شده که بچهشو میبره میفروشه. قدم اول برای بیغیرت شدن بیهس شدنه. بیهس شدنه، بیهس شدنه، سیب زمینی شدنه، بی خیال شدنه. وقتی گوشی رو برمیداری به من میگه آقای ذوالفقاریه انگار داره یه اتفاقی برام میفته، میگم چه مرگته آقای ذوالفقاریه؟ من همیشه 6 صبح بیدار میشدم، امروز 6 از خواب بیدار شدم، گفتم بذار نیم ساعت دیگه بخوابم، گرفتم خوابیدم، ساعت شده 8 صبح، عین خیالم نیم. من چه بی غیرت شدی، بی حس شدی، داری بی غیرت میشی. الان حالت داره بد میشه که این جمله ها رو میشنوی. میدونی چرا؟ چون این واقعیته، چون این داستان برای هممون هست. مامانش بهش میگه ببین حلالت نمی کنم. مهران اوکیه؟ اوکی شد. دیگه باید به این مدل زندگی سلحشورانه عادت کنید بچه ها. اوکی. طرف مامانش برمیگرده بهش میگه که ببین حلالت نمی کنم لب به سیگار بزن. یا میگه باشه مامان، مگه مهمتر از تو تو زندگیم هست؟ مگه مهمتر از تو تو زندگیم دارم؟ دار و ندارم تویی، معلومه که نمیرم سمتش. میره تو جمع بچه ها میشینه، روز اول فقط دودشو میخوره، روز دوم رفیقش میاد میگه بیا بگی دستت، فقط نمیخوام باش کاری بکنی. همین که گرفتیش اولین اتفاقی که واسه میفته نسبت به اون اتفاق بیحس میشی. این قدم اول بی غیرت شدنه، قدم اول از دست رفتن غیرته، قدم اولو داری برمیداری. یه چیزی رو یاد بگیریم رفقا، اگه قراره به هدفمون برسیم باید نسبت بهش غیرت داشته باشیم. یعنی باید یه سری کارها رو انجام بدیم، یه سری کارها رو انجام ندیم و اینا باید داره. اگه یه هویی یه روز
دیدی نسبت به این بایدا یه مقداری شل شدی؟ بدون داری بی غیرت میشی. حالا فهمیدی؟ برمیگردی به من میگی آقا من باید 6 صبح بیدار میشدم، امروز 6 و 10 دقیقه بیدار شدم، اشکالی داره؟ آره بی غیرت شدی. آره بعد بخ بی غیرت شدی، بی غیرت شدی، بی غیرت شدی، نبایدم بهت بر بخوره، بی غیرت شدی. چون همون موقعی که تو 6 و 10 دقیقه از خواب بیدار میشی، یک نفر 5 و 50 دقیقه بیدار میشه، 10 دقیقه زودتر. چون همون فرداش که تو 6 و نیم بیدار میشی، یک نفر 5 و نیم بیدار میشه. چون همون موقعی که تو خواب میمونی، یک نفر 4 صبح بیداره. یادت نره این دنیا با همه بیقانونیش فقط و فقط و فقط یه قانون خیلی محکم داره. هر عملی عکس العملی داره. خوب باش، 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 دنیا برات خوب میخواد، خوب میخواد، خوب میخواد، خوب میخواد، خوب میخواد. آروم آروم شل شو، بد شو، شل شو، بد شو، شل شو، بد شو، شل شو، بد شو. دنیا میزنه تو سرت و هی اتفاقهای بدتر و کم رنگتر برات میفته. هیچ گریزی هم نیست. هیچ گریزی هم از این داستان نیست. هیچ کاری هم نمیتونی بکنی. چون این قانونشه. چون باید طبق این بیای جلو. پس یادمون نره همه ماها تو مغزمون یه ترازو داریم این شکلی. هرچی حاشیه یه ذهنیمون سنگین‌تر شه، غیرت سبکتر میشه و هرچی با غیرت تر باشیم نسبت به هدفه، آروم آروم این حاشیه ای از بین میره. نشسته داره درس میخونه به عشق پزشکی دانشگاه تهران، یه لحظه فکر فلان چیز میاد تو ذهنش، میگه برو 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 گم شو، برو گم شو، پزشکی دانشگاه تهران میخوام، ثانیه ای وقت ندارم برای تو بذارم. نشسته داره درس میخونه، موبایلشو میبینه، بودو برو گم شو، برو گم شو، ثانیه ای وقت ندارم، پزشکی میخوام دانشگاه تهران. نشسته داره درس میخونه، زنگ میزنم بیا بیرون، میگه برید پی کارتون بابا، من هدف دارم نسبت بهش غیرت دارم، نرسم به این باید برم بمیرم. اگه به این نقطه رسیدی، اگه به این نقطه رسیدی، اگه به این نقطه رسیدی، همه ی مشکلاتت حله. اگر میبینی نسبت به هدفت غیرت نداری، هدف واقعی نیست، داری ادا در میاری، اون هدف تو نیست. آقا من دانش آموز تجربیم، میگم پزشکی دانشگاه تهران ولی نسبت بهش هیچ حسی ندارم. خب چون پزشکی دانشگاه تهران هدف تو نیست، دوستش نداری. شاید هدف تو اصلا نقاشیه، شاید هدف تو ورزشه، شاید هدف تو مهندسی تو ریاضیه، شاید هدف تو حقوقه، شاید هدف تو پرستاری. هدف رو پیدا کن، هدف رو پیدا کن. هدف درست اونیه که نسبت بهش تعصب داری. وقتی حرف میزنی در موردش رگ گردنت میزنه بیرون. وقتی میگی پزشکی دانشگاه تهران، 5 نفر دیگه هم میان در مورد پزشکی دانشگاه تهران صحبت میکنن، به هم میریزی. برمیگردی میگی چتونه؟ آه من میرم اونجا نه شما. ولی اگر دیدی از این فضاها نداری، اگه هرچی میگن تو هم فقط وایسادی این چیز داری نگاه میکنی، سر تکون میدی، هیچ حسی بهش نداری، الکی خودت تو سر کار نذار، خبری نیست، هدف واقعیت نیست. هدف واقعی رگ غیرت میخواد. هدف واقعی وقتی قابل شناساییه که وقتی در موردش حرف میزنی قلبت به تپش در بیاد درست و درمون. همه زندگی تو قرار باشه بذاری که بهش برسی. برو هدفتو پیدا کن، برو هدفتو پیدا کن، هدف واقعی تو، و پاش وایسا. پس یادمون نره ترازوی ذهنی من یه حرفی میزنه، میگه من هر چی به هدفم غیرتم بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر باشه، حاشیه ذهنیم کمتر و کمتر و کمتر و کمتره. اگه میبینی حاشیه ذهنیت خیلی زیاده، حواست پرت میشه، نمیتونی درس بخونی، چون به هدف غیرت نداری. چرا به هدف غیرت نداری؟ چون هدف واقعیت نیست. برو هدف واقعیتو پیدا کن، برو ببین چی کاره ای، چیه که وقتی در موردش حرف میزنی به هم میریزی، همه مدل همه رو میخوای پاره کنی که بهش برسی. اگه این کارو نکنی تا آخر عمرت داری غلط زندگی میکنی، فقط سردرگمی. اینجا باش، اینجا باش،
اینجا باش که خیلی 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 مهم شد داستان. تو زمان باقی مونده هر چی به حاشیه تر باشیم نتیجمون قاعدتا بهتره. آقا هی میگه حاشیه، حاشیه یعنی چی؟ هر موضوعی که تو هنگام مطالعه و تست زدن تمرکزمونو کم بکنه یا از بین ببره اسمش حاشیه است. بچه ها چه چیزایی تمرکزتون رو کم میکنه یا تمرکزتون رو از بین میبره؟ بودو بگو ببینم. بودو عوامل حواس پرتی رو به من بگو ببینم چیه مال تو. بودو بودو موضوعاتی که تمرکزتو کم میکنه یا تمرکزتو از بین میبره، موضوعاتی که حواس پرتی برات میاره، موضوعاتی که از هدفت قوی ترن، موضوعاتی که وقتی میری سراغ اونا نسبت به هدفت بی غیرت میشی چیان؟ به من بگو ببینم. بودو 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 فیلم، موبایل، گوشی، تلویزیون، فکر و خیال، تلگرام، فکر، فکر، پدر و مادر، آهنگ، فکر، فکر، گوشی، 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 اوه دقیقا رو همین محور داره میچرخه. فیلم، گوشی، فکر، فیلم، گوشی، فکر. حالا اینجای داستانو داشته باش. چجوری متوجه بشیم حاشیه داریم؟ چجوری حاشیه ها رو از بین ببریم؟ دردمون سر همینه. انگار ما به یک فرمولی رسیدیم، هرچی حاشیه ما بزرگتر غیرت ما کوچکتر، و هرچی غیرت به هدف کمتر بشه احتمال رسیدن به اون هدفه یعنی قبولی میاد پایین تر. من این مثال بزنم. یک سال تو سال تحصیلیت انرژی میذاری درس میخونی، مثلا ریاضی، یک سال هر سری میری سراغ کتاب ریاضی یه تیکه ازش میخونی نمیفهمی ولش میکنی، میری جلوتر یه تیکه دیگه میخونی نمیفهمی ولش میکنی. یک سال اینجوری میگذره. شب امتحان که فردا امتحان ترم ریاضیه رو میخونی، میفهمی، چند تا نکته جدیدم کشف میکنی. میدونی چرا؟ چون تو یک سال که داشتی درس میخوندی تو تمام لحظه هاش با حاشیه اومدی جلو. وقتی حاشیه‌ام زیاده کیفیتم پایینه، ولی شب امتحان حاشیه‌ای وجود نداشت. چرا؟ چون زمانی وجود نداشت. پس رسیدم به یه فرمول عجیب و غریب، انگار به یه ماجرای عجیب و غریب دارم میرسم. مهران یه صفحه سفید بهم میدی؟ اینه؟ میتونی بزنی خودت از اونجا؟ یه صفحه بعدش برمیگردیم روی پاور. اینجا رو ببین، با من باش. ماجرا خیلی ساده شده. نگاه کن داستان چیه. من میدونم که حواشی نمیذارن تمرکز داشته باشم برای رسیدن به هدفم، چون حواشی باعث میشن که آروم آروم غیرتم بیاد پایین و رسیدن به هدف باسم سخت‌تر بشه. اما یه فرمول عجیب و غریب داریم ما. این فرمول عجیب و غریب میدونی چی میگه بچه‌ها؟ میگه وقتی زمان محدود و کم میشه، مغز که تحت فشار قرار میگیره نمیتونه به هیچ چیزی فکر کنه و حاشیه ها محو میشن و آروم آروم حد تمرکز میره بالا. به نظرم این صفحه رو سیف کن. این صفحه فرمول نتیجه گرفتن امسالته.
این صفحه فرمول نتیجه گرفتن امسالته. میدونی چرا الان دارم این داستانو میگم؟ الانی دارم این داستانو به تو میگم که ما زمانمون اتفاقا خیلی محدود شده. آبانو بنده کنار. بچه های دی یه لحظه این تیکه رو نشنوید. آذر، دی، بهمن، اسفند، فروردین، اردیبهشت، ما 6 ماه دیگه کنکور داریم. خرداده که مثلا نهایی و ترمیمه، تیرم که برسه کنکوره. ما 6 ماه دیگه کنکور داریم، پس زمانم محدود شده. من دیگه فرصت حاشیه ندارم. وقتی زمانم محدود میشه من تحت فشار قرار میگیرم، حاشیه ها میان پایین، تمرکزم میره بالا. حالا الان دو تا راه دارم. اولین راه چیه؟ اولین راه من اینه که من الان کوب کنم، برگردم بگم زمان نیست نمیشه. راه دوم چیه؟ بگم آقا من که زمانم محدوده، تا جایی که میشه باسه رسیدن به هدفه باید برم به سمتی که فکر و خیال و موبایل و کوفت و درد و زهرمار که حاشیه است و بیارم پایین و بسیار با غیرت نسبت به برنامه حرکت کنم. اگه به این نقطه رسیدم اتفاق خوبه شروع میشه. اگه به این نقطه رسیدم اتفاق خوبه شروع میشه. میخوای بفهمی چه بلایی سرت خودت آوردی تا الان؟ مران پاورو به من میدی. میخوای بفهمی چه بلایی سر خودت آوردی تا الان؟ خوب گوش بده، فقط حواسو اینجا، من از اول تابستون رو میگم. تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان. مرسی مرداد. توی این 5 ماه من آبانو دارم قلفتی حساب میکنم و دارم آبانو قلفتی حساب میکنم، اینجا باش. توی این 5 ماه یعنی 150 روز، اگر فقط وای وای ببین چی میخوام بگم، اگر توی این 150 روز تو فقط و فقط روزی یه ساعت گذاشته باشی واسه حاشیه که به قرآن بیشتره، زمان فقط فکر و خیالت شاید یه ساعت باشه. موبایلتو حساب کن، خوابای اضافی رو حساب کن، نگاه کردن به دیوار رو حساب کن، نگاه کردن به سریال رو حساب کن، اینا رو همه رو جمع بزن ببین چه عددی میشه. اگه تو این 150 روز روزی یه ساعت گذاشته باشی با حاشیه، تو 150 ساعت تاله از بین بردی. حالا به این سوال من جواب بده، اگر این 150 ساعت رو فقط گذاشته بودی برای اینکه دروس عمومی تو به صورت تشریحی بخونی برای امتحانات نهایی یا ترمیم، 20 نمیگرفتی؟ حالا فهمیدی بدبختی یعنی چی؟ حالا فهمیدی که حواشی ذهنی چی کار میکنن؟ باد میان ریز ریز وقتتو میدوزدن، میان آروم آروم به فنات میدن. یعنی به خودت میای یهوی میبینی اوه چی بود؟ کی بود؟ چرا؟ به فنا رفتم که. یاد بگیر یه داستانو، کسی برنده است که حتی یک دقیقه رو دست نده. بدبختی اینجوری شروع میشه، از اون لحظه شروع میشه که این مدلی فکر میکنی. حالا امروز یکم کمتر خوندم، بعدن فرصت هست جبران میکنم. تموم شد کارت، اون بیحسیه اومده، داری بیغیرت میشی. همه حواسو اینجا، بیش از 90% موضوعاتی که ذهن ما هنگام درس خوندن بهش مبتلا میشه و دوچار حاشیه میشه و از میزان مطالعه مفیدمون کم میکنه و در آخر کیفیت و بازده کار رو پایین میاره و نمیذاره نتیجه مطلوب به دست بیاریم، به دلیل فقط و فقط یک ماجرای دردناکه. و اون ماجرا چیه؟ عادتهای غلط. عادتهای سمی و غلط که متاسفانه
خودمون اونو با سیل خودمون ایجاد کردیم. عادتهایی که اگه برگردیم با دقت بهش نگاه کنیم به عمق فاجعه پی میبریم. بچه ها یک لحظه این چند تا جمله رو گوش بدید، تو این چند وقتی که اینترنت یکم اختلال داشت و من نمیتونستم برم تو اینستاگرام، تلگرام و واتساپ، گوشی عملا خیلی برام کاربرد نداشت، پس با خیال راحت تر درس میخوندم، چون حتی اگر میخواستم برم سمتش نمیشد. یه لحظه به این جمله من فکر کن، باهات کار دارم. آیا تو هم اینجوری بودی؟ یعنی اختلال اینترنت باعث شد که حتی اگر میخواستی بری سمت گوشی نمیشد، بعد چون نمیشد با خیال راحت میخوندی؟ آره یا نه؟ اگر جوابت به این سوال بله است، تبریک میگم، شما معتاد شدی. عادت‌های غلط زمانی فراموش میشن که اجبار وجود داشته باشه. تو مرحله اول اجبار نگاه به هدف و غیرت به هدفه که خجالت میکشیم، عادت غلطه رو میذاریم کنار. اما اگر دوز عادت زیاد باشه و ما بهش معتاد شده باشیم، حالا دیگه باید یه اجباری وجود داشته باشه برای ترکش، وگرنه ترک نمی کنیم. وگرنه نمیذاریمش کنار. عرشیا عباس‌زاده اومده توی چتمون. عرشیا دانشجوی داروی دانشگاه شهید بهشتیه و چقدر خوب میشه که بیاریمش رو خط. عرشیا میای رو خط؟ الان نه، یه کوچولو زمان بگذره بعدن. حالا خوب دقت کن ببین داستان چیه. آقای زلفاقاری به من میگی عادت، اما یعنی چی؟ نگاه کن به عمق فاجعه پی ببر. تکرار زیاد یک عمل در بازه‌های زمانی نزدیک به هم به صورت دراز مدت اسمش عادته، که البته عادت مؤدبانه اعتیاده. شاید الان ناراحت بشی ولی به درک، مهم نیست. اینکه من الان چنین حرفی رو بزنم خیلی 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 شرافتش بیشتر از اینه که پس فردا نتیجه نگیری، اعصاب روان داغون باشه، بگی بگی گفتا من عمل نکردم. الان بهت بزا بر بخوره این داستان. معتاد شدن از کجا شروع میشه؟ یکام دوکام دیوید بکام. اول شروع میکنم همینجوری، یه روز گوشی میگیرم دستم میذارم کنار، هر 5 دقیقه هر 10 دقیقه. من الان دانش آموز دارم، میگه من از پانسیون 3 4 بار اخراج کردم. میگم چرا؟ میگه آقا نیم ساعت به نیم ساعت نرم اینستامو چک نکنم انگار دارم میمیرم. رفیق چیو داری از دست میدی چی به دست بیاری؟ فکر کن به این جمله من. موبایل تو همین الان ازت میگیرم، تلویزیون خونتونم جمع میکنم، همه رفیقاتم یه کاری میکنم کلن باید خدافزی کنن، در ازای 6 ماه دیگه میذارم بری پزشکی بخونی دانشگاه تهران. قبول میکنی یا نه؟ 6 ماه این مدلی زندگی کن مرتاستور که تهش بری پزشکی دانشگاه تهران. قبول میکنی یا نه؟ این حالت اوله. حالت دوم موبایلتو داشته باش، فیلمتو ببین، با رفقات برو بیا و هر غلطی میخوای بکنی بکن، ولی تهش به دانشگاهی نمیرسی. ها رفیق نگاه کن چی داری از دست میدی چی به دست بیاری. نگاه کن نیمه عمر تمام این موضوعاتی که احاطت کرده چقدره. آیا فقط من الان تو این 6 ماه میتونم اینستاگرام داشته باشم؟ آیا فقط من تو این 6 ماه با رفیقام میتونم برم؟ آیا فقط این سریالا رو تو این 6 ماه میتونم ببینم؟ آیا فقط تو این 6 ماه میتونم بگیرم بخوابم یا بعد از قبولی دانشگاه اینا هستن؟ این مهمه. آدم‌های باهوش، آدم‌های عاقل
سرمایه گذاری هاشون بلند مدته، جلو پاشون رو نمیبینن. یعنی همین الان فردا صبح بلند شو برو دانشگاه تهران، شهید بهشتی، ایران. حالا یکم اوضاع مساعدتر بشه بچه‌ها رو برمی‌دارم میارم اینجا، جلسات خوبی خواهیم داشت. بچه‌های شهید بهشتی رو می‌خوام مثلا 7 8 10 تا پزشکی همین امسال رو بردارم بیارم مجیر کوهستانی. اینا قرار بود امروز هماهنگی انجام بشه که حالا نشد، برگشتن شهر خودشون. انشالله تو جلسات بعد میگم بیان. بهشون بگو آقا جان من موبایل بهت میدم، روزانه‌ام 12 ساعت بخواب، با رفقاتم برو اشغال کن، این مدرک پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تو بده به من، دیگه دانشجو اینجا نباشه. لهت میکنه چون یاد گرفته چی از دست بده که چی رو به دست بیاره و به دست آورده. اگر روی ماجرایی تکرار زیاد داری و زماناش به هم نزدیک شده و خیلی وقت داری این اتفاق میفته، معتاد شدی. ها کادر پایینو بخونیم. در یکی از تحقیقاتی که در یکی از دانشگاه‌های امریکا انجام شد، فهمیدن که بیش از 40% از کارهایی 40% از کارهایی که همه ما انجام میدیم ناشی از عادت‌هامونه. آدم وسواسیه رو دیدی؟ 5 بار دستشو میشه بابا همون بار اول تمیز شد، نه بار پنجم. عادت کرده چون هی تکرار داشته این روند غلطو. پس ما اگه بتونیم عادت هامونو کنترل کنیم، دقیقا میتونیم زندگیمونو بندازیم تو همون جهتی که میخوایم. حالا با خودت فکر کن ببین چقدر عادت غلط داری، ببین چه موضوعاتی هست که داره بدبختت میکنه و روانتو ریخته به هم. البته که یه ماجرای خیلی مهمی که وجود داره به نظر من درک کردن فقط همین اسلایده. اینجا رو ببین، ما دو نوع عادت داریم. همه ی عادت ها بد نیست، عادت های مثبت و سازنده، عادت های مخرب یا منفی. عادت مثبت تو سال کنکور تست تدریجی میزنم، درس میخونم، ورزش میکنم. عادت‌های منفی تنبلی میکنم، پرخوابی میکنم، کمکاری میکنم، با موبایل ور میرم. یه جمله معروف است که میگه کتابایی که تو میخونی و رفیقایی که اطرافت هستن دقیقا معلوم میکنن که تو یک بازه زمانی 5 ساله قراره چه اتفاقایی برات بیفته، چون اونا عادت‌های تو میشن. وقتی آدمایی که اطرافت هستن فقط آیه یأس بخونن و مود منفی داشته باشن و بگن نمیشه، نمیتونی، نمیتونیم، ما به درد این کار نمیخوریم، از ما بهتر خیلی زیاد هست، ما عمرن بتونیم نتیجه بگیریم، مطمئن باش قطعاً نتیجه نمیگیری. ولی اگر آدمای اطرافت آدمای موفقی باشن که فازشون فاز مثبتی باشه، هدفمند باشن، حرفاشون حرفای مثبت پرقدرتی باشه، موداشون مودای مثبت و پر انرژی باشه، قطعا نتیجه میگیری. حالا با دقت بیشتری به اطرافت نگاه کن، به آدمهای اطرافت. تو تمام این تایم هایی که تو سیستم مشاوره و برنامه ریزیم با رتبه برترها در ارتباط بودم، حتی یک رتبه برتر نداشتم که پدر و مادرش بگن این نمیتونه، ولی تونست. حتی یه دونه. همشون پدر و مادرهایی داشتن که تشویقشون میکردن، میگفتن تو نتونی که میتونه. همشون دور و اطرافشون دوستهای خوبی بوده که فقط فاز مثبت داشتن با هم دیگه و هوشیاراشون بچه‌هایی بودن که اگر میدیدن کسی هست که فاز منفی داره، مود منفی داره، داره اذیتشون میکنه، حذفش میکردن. یاد بگیر گور بابای حرف مردمو یاد بگیر. اگه میخوای اتفاق مثبت برات بیفته، فقط و فقط و فقط عوامل مثبت و اطرافت زیاد کن. من به تو یاد دادم، گفتم برگه هدفتو بزن رو دیوار اتاقت. من به تو یاد دادم، گفتم فکر میخوای بکنی، فکر به هدفت باید باشه. من به تو یاد دادم، گفتم حاشیه‌های ذهنی رو بریز دور، افکار منفی و متلاشی کن با فکر کردن به هدف. من به تو یاد دادم، گفتم اگر خانواده حرفی میزنن که حرف مثبتی نیست، گوش نده و فرار کن. حتما همه پدر و مادرها مثبت صحبت نمیکنن، بعضا بعضیاشون منفی حرف میزنن، فکر میکنن با این حرفا دارن کمک میکنن، نمیدونن دارن آینده تو رو متلاشی میکنن.
من به تو یاد دادم اگه اقوام و فامیل و دوست و آشنا دارن حرف چرت و پرت میزنن فرار کن، جوابشون رو نده، مهم نیست، حذفشون کن، به درک، گور باباشون، چون همه ی آینده ی تو به این ربط داره که چقدر فضای اطرافت مثبته. یاد بگیر که از فضای منفی جدا شی قبل از اینکه اون فضای منفی تو رو حذف کنه و تو هم تبدیل به یکی از همون آدم‌های منفی نگر بشی. آینده تو به افکار تو و افکار تو به خوراک فکری که از اطرافت داره به سمتت میاد ارتباط داره. اگه آدم مثبتی کنارت نیست، نرو دنبال اینکه آدم مثبت وارد زندگیت کنی، الان وقتش نیست. اون منفی‌ها رو حذف کن. تنها موندن بهتر از اینه که تو یک جمع پر از فکر منفی باشی. تنها موندن بهتر از اینه که تو یک جمعی قرار بگیری که فقط نمیتونی و نمیشه حرفشون باشه. خیلی ساده است این قانون. دنیا داره از این جمله پیروی میکنه، میگه تو به من بگو چی میخوای با افکارت، من همونا رو در دسترست قرار میدم. بجوم رفیق، بجوم رفیق. رفت تصویر دوباره؟ اوکیه؟ اوکی. و یک باور افتضاح که من نمیدونم میونه این همه ضرب المثل مثبت و حال خوب و افکار خوب قدیمی کجا از کجا سر این پیدا سر و کله این پیدا شد. این جمله است که ترک عادت موجب مرض است. رفقا حتی 1% هم اینجوری نیست. با من بیاید جلو تا متوجه بشید. اگه عادت منفی داری که داره بهت ضربه میزنه، که قطعا هم اینجوری است، هممون تو زندگی اون چنین عادتهایی داریم، حذف کردن یهویش غالبا خیلی کار سختیه. آدمهای خیلی قوی میتونن این کار رو انجام بدن. من همیشه گفتم قدم اول برای شروع یک زندگی متفاوت قیام علیه خوده، قیام علیه افکار منفی قبلی، قیام علیه گذشته باطل و درب و داغون، قیام علیه اهداف ساختگی الکی که توی ذهنمون گذاشتیم. یادت نره که اولین قدم برای ترک عادت تغییر عادته. آدمهایی که تصمیمشون رو گرفتن که یه عادت منفی رو بذارن کنار، اگه قدرت اینو ندارن که یهویی ترکش کنن، میترسن از این اتفاق، میترسن هزار تا عواقب داشته باشه، آروم آروم اول باید تغییرش بدن. انسانهای موفق عادات منفی رو شناسایی میکنن و برای تغییرش یا ترکش مصممن. اونا از یک ماجرای بسیار مهم باخبرن که از دید من همه ی کلاس امروز ما دقیقاً این پاراگرافه. اونا از یه راز بزرگ و مهم باخبرن. عادتهای منفی رشته‌های نامرئی هستن که پیرامون مغز شما پیچیده می شوند. مثالی که همیشه من براش می زنم تار عنکبوته. افکار منفی مثل تار عنکبوت دور مغز تو پیچیده می شن. اولش اصلا به نظرت نمیان، اولش اصلا حس نمی کنی، اولش اصلا دیده نمی شن، اولش اصلا جدی نمی گیریشون، اما یواش یواش رفته رفته این تاره هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. هی شدت تنیده شدنش دور مغز تو بیشتر میشه تا یه جایی که به خودت میای که میبینی قادر نیستی هیچ کار دیگه ای انجام بدی و اون تارها تو رو فلج کردن، تحت اختیار خودشون قرار
میگیرن و شما رو به یک برده بازنده تبدیل میکنن. مغز تو شبیه یه پروانه. اگه همون لحظه بالاهاشو تکون بده و تلاش کنه واسه رفتن، کار سختی نیست، تموم میشه. اول ماجراست، تارها پرقدرت نیستن، توان تو خیلی بیشتره. مغز پروانه ایت میتونه با خیال راحت از اون تارها عبور کنه، ولی هرچی زمان میگذره اگه همونجا بشینه بی خیال باشه، تلاشی انجام نده، پرواز نکنه، این تارها هی قوی تر میشه، این تارها هی زورشون بیشتر و بیشتر میشه. یه هایی به خودت میای، میبینی تکون نمیتونی بخوری و عنکبوت ماجرا آروم آروم داره میاد سمتت و کارت تمومه. در شروع هر عادت غلطی، اون عادت مثل همون تارهای نازک و ضعیفه که تو میتونی با یه حرکت، با یه حرکت محکم، با انرژی، با غیرت پودرشون کنی. ولی اگر به خودت نیای، ولی اگر غیرت خرج نکنی، ولی اگر الکی صبر کنی، ولی اگه برگردی بگی فعلا که چیزی نیست، ولی اگه برگردی بگی حالا حالاها زمان دارم، کارت تمومه. حالا فهمیدی تو پادگان ذوالفقاریه این قوانین برای چی هست؟ چون من مشاور وایسادم میونه تو مغز پروانه ای و اون عنکبوته، نمیخوام اون بیا جلو تاراشو هی بیشتر و بیشتر و بیشتر دور تو بپیچه. هی دارم میگم 6 صبح بیدار شو، 12 بخواب، آزمونو جدی بگیر، تنبلی نکن، موبایلو بذار کنار. من دارم این وسط بالبال میزنم و دلم از این میسوزه که یه زمانایی تو برمیگردی به من میگی آخو چی نگو، تو من چی کار داری؟ حالا 6م شد 7، چه ایرادی داره؟ بابا تاره داره قوی تر میشه. آقا به تو چه؟ حالا موبایل رو روزی 2 ساعت میگیرم دست، الان میاد سر وقتت. آقا تو چی کار داری؟ میخوام بگیرم بخوابم، میخوام سریال ببینم، میخوام با رفیقام باشم. عادت های منفی هی قوی تر و قوی تر و قوی تر میشن. یهویی به خودت میای، میبینی کار از کار گذشته، دیگه خیلی دیر شده، دیگه تبدیل شدی به شام آقای عنکبوت. عادتهای منفی انقدر قوی شدن، انقدر قوی شدن که اول فلجت میکنن، مسخ میشی، معتاد میشی، دیگه نمیتونی بدون اونا زندگی کنی، بعد تبدیلت میکنن به یه برده، میگن من تعیین تکلیف میکنم که تو باید چی کار کنی، من میگم که چه اتفاقی باید بیفته، و بعدش هم دیگه کارت تمومه. بعد کنکور برمیگردم بهش میگم بابا تو که خیلی با استعداد بودی، تو واقعا توان اینو داشتی زیر 1000 بیاری، چرا شدی 10000؟ میگه موبایل. چرا شدی 15000؟ سریال. چرا اوزاد اینجوری شد؟ دوست و رفیقام. چرا 30000 شدی؟ فکر و خیال. چرا غیر مجاز شدی؟ خواب. عادتهای منفی رو جدی بگیرید ها، عادتهای منفی رو جدی بگیرید ها. عادتهای منفی در ابتدا مانند تارهای نازکی هستند که با اولین حرکت قوی تو پاره می شوند و از بین می روند. همین که به آنها فرصت بدهی، همین که نسبت به آنها بی غیرت رفتار کنی، آنها قدرتشان بیشتر و بیشتر و بیشتر می شوند. یهویی به خودت می آی؟ آقا من نمیتونم تکون بخورم، بهت گفتم که.
آقا من نمیتونم موبایلمو بذارم کنار، من بهت گفته بودم. آقا من نمیتونم صبح زود از خواب بلند شم، من در موردش باهات حرف زده بودم. آقا من سریالو نمیتونم بذارم کنار، من بهت قبلا همه اینا رو گفته بودم. آقا زمانم رفت، آقا کلاسام رو هم جمع شده، آقا تستام رو هم مونده، آقا من جمع‌بندی نکردم، آقا من چیز، آقا هفته دیگه کنکوره که. فکری به حال خودت بکن، فکری به حال خودت بکن. و چقدر دردناکه که وسط همه این صحبت‌ها، وسط همه این داستان‌ها، وسط همه این ماجراها، یهویی به خودت بیای ببینی که ای راستی میگه، من معتاد شدم. تارا خیلی قوی دوره من، الانم میتونی دونه دونشونو بزنی پوتر کنی تا دیر نشده. بجون الانم وقت داری، ولی دو ماه دیگه نه. بعد از استودیوفن به هیچ عنوان. الان دارم این حرفا رو بهت میذارم چون یه ماه دیگه شروع استودیوفنه. وقت داری جمعش کنی داستانو، وقت داری غذای عنکبوت نشی، وقت داری از این تاره بیای بیرون، وقت داری یه تکونی به خودت بدی. یه ماه دیگه نه، بعد از استودیوفن نمیشه، شکار شدی رفته. میری برای 403، میری برای 404. به داد خودت برس، به داد خودت برس، به داد خودت برس. آدم ها دو دستن، یا بردن یا بردهدار. برده ها تو تاری که بردهدارا واسه شون پهن کردن اسیر میشن، هیچ جوری هم نمیتونن بیان بیرون تا زمانی که خودشون نخوان. بدترین بلای دنیا عادت منفیه. عادت منفی میشه خرافات، عادت منفی میشه سبک زندگی غلط، عادت منفی پیرتو در میاره، عادت منفی بازیت میده بدون اینکه بفهمی چرا، عادت منفی بیچارت میکنه بدون اینکه دلیلی داشته باشه و تو برده میشی، مغز از دست میره. اون عنکبوت وقتی میاد سراغت، اولین حرکتی که میزنه معیوب کردن مغزته، از مغزت تغذیه میکنه، به خودت میای شدی یه جسد، یه جنازه بی مغز. اون تصمیم میگیره، اون جای تو فکر میکنه، تو دیگه حق فکر کردن نداری. اون به تو دستور میده و تو اجرا میکنی. اون نمیذاره تو هیچ ریاکشن مثبتی از خودت نشون بدی، چون تو برده شدی، چون خودت خواستی، چون اون موقعی که این رشته های تار نازک بود نزدی بارش کنی، حالا شده تناب، حالا تکون نمیتونی بخوری. الان هنوز رشته ها نازکن، الان به خودمون بیاییم میتونیم این رشته ها رو پاره کنیم. یکم دیگه بره جلو نمیشه ها، یکم دیگه بریم جلو عنکبوت میاد و از مغزمون تغذیه میکنه ها، یکم دیگه بریم جلو میبینیم قدرت تفکر نداریم ها، میبینیم قدرت تصمیم گیری نداریم ها، میبینیم خودآگاه و ناخودآگاهمون رو برداشته برده ها، میبینیم شدیم عروسک خیمه شب بازی ها. بجنب، بجنب. اگه در وجود خودت میبینی که لیاقت زندگی فوق‌العاده رو داری، بجنب، نذار دیر بشه. حالا درک میکنی تمام اون قوانینی که برای در روز اول گذاشتم علتش چیه؟ که عنکبوته جیگر اینو نداشته باشه بیاد سراغت. من این وسط وایسادم، نمیذارم طرفتون بیاد، ولی یه موقعهایی دلم از این میسوزه که تو من هول میدی، تو به من میگی برو، تو نباش، که اون بیاد سر وقتت. تو جایی که بتونم نمیذارم. نظم، نظم، نظم درست اولین قدم واسه از بین بردن این تاراست. نظم درست اولین قدمه برای این که
تو بتونی این تارهای نازک رو از بین ببری. فردا در برابر سوالاتی مثل این که موبایلمو چجوری بذارم کنار، سریال چجوری نبینم، چجوری صبح زود از خواب بیدار بشم، چجوری فکر و خیال نکنم، از من جوابی نمیشنوی. چون جواب همه اینا یه چیزه. اگه هدف داری و هدفت واقعیه، پس چرا اینا به وجود اومده؟ اینا زمانی به وجود میان که تو فقر هدف داشته باشی. فقر هدف رو جدی بگیرا. آدمایی که فقر هدف دارن گدای انگیزن. آدمایی که فقر هدف دارن فقط چشمشون به دهن بقیه است. میشه بگی من قبول میشم؟ میشه بگی من میتونم زندگی خوبی داشته باشم؟ میشه به من بگی چجوری صبح زود بلند شم؟ میشه به من بگی چجوری موبایلمو بذارم کنار؟ میشه یه حرفی بزنی حالم خوب بشه؟ میشه یه کاری بکنی که بیشتر از این انرژی داشته باشم؟ اینا بدبخت‌ترین موجودات روی کره زمینن و البته که بهترین شکارن برای اون دسته از آدمهای رویا فروش که دنبال این فقرای هدف میگرد. فقرای هدف گدای انگیزن. اینا همونایی هن که بلیت های همایش های انگیزشی چند هزار نفری رو میخرن که برن اونجا یه نفر بهشون بگه تو میتونی، اونم بگه آره من میتونم، بیاد بیرون از فردو ببینه بازم نمیتونه. این بلای جون جهان درجه 3 و 4ه که ما هم وسطش بنا شدیم. بچه پولی به جیب میزنن این آدم ها، میشه جونشون از خریت بقیه، میشه یکی حلالترین پول ها استفاده خریت بقیه است، از نوش جونشون. وقتی تو اینقدر عقل نداری که تشخیص بدی چاره این درد خودتی، حق در بلای سر حقت به خدا. خیلی چیزا یاد گرفتیم امروزا. باید هدف واقعی داشته باشم، بهش غیرت داشته باشم، که حاشیه نداشته باشم. عادتهای غلط اولش که میان سراغم مثل تارای نازک عنکبوتن، اگه بهشون بها بدم دست و بالمو میگیرن و دیگه نمیتونم پرواز کنم. عنکبوت قصه‌مون اگر بیاد سراغم اول مغزمو نابود میکنه که بتونه جام فکر کنه که من برده بشم. چقدر خوشگل شد امروز، چقدر خوشگل شد امروز، چقدر کاسه کوزه خیلی ها به فنا رفت. چقدر من یاد گرفتم که بتونم انسان تر زندگی کنم. نه بابا، بین انسان و حیوان فرق انگار خیلی زیاده. بلد نبودم، چپیده بودم یه گوشه، چش و گوشم بسته، فکر میکردم بدبختم. ای پس راه خوشبختی خودمم، خودمم. خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. پس من باید خودم بخوام که یه اتفاقی بیفته. پس من خودم باید بخوام که بدبخت یا خوشبخت بشم. نه بابا، من فکر میکردم خودم هیچ کارم، فکر میکردم فقط هستم، از بقیه پایین ترم. نه، اگه پایین تری خودت خواستی، بدبختی خودت خواستی، خوشبختی خودت خواستی، خونت کجاست، چجوری زندگی میکنی خودت خواستی، چقدر پول در میره خودت خواستی، درجه علمی چیه خودت خواستی، آدمای اطرافتو به من نشون بده، من بگم تو الان جایگاه چیه. دو تا چیز تعیین کننده قدمهای تو تا 5 سال و 10 سال دیگه هم. منابعی که ازشون اطلاعات میگیری، کتابایی که میخونی، آدمایی که اطرافتن، این دوتا تعیین میکنن داستان چیه، این دوتا تعیین میکنن داستان چیه. خیلی دردناکه ها، خیلی بده ها. آقا این که من همش دوست دارم اینو اون ازم تعریف کنه، یعنی آویزون. آره دیگه بدبخت، آویزونی دیگه، گدای انگیزه ای، گدای انگیزه ای.
تو رو خدا این حرفایی که میزنم ناراحتتون نکنه ها، اینا خود واقعیته، اینا خود واقعیته، اینا خود واقعیته. بعضی اوقات بعضی از چیزها رو وقتی میشنوی حالت بد میشه. چرا؟ چون دوست نداری این واقعیت‌ها رو بشنوی، چون همه افکارت میره زیر گل یه هوی. چجوری تو خیابون میگردی؟ این خود واقعی توه، این داره میگه تو کجای داستانی. طوری میگردی که هی نگات کنن، یه دای انگیزه ای، ره هدف داری، آویزونی، آویزونی، داری یه کاری میکنی که یه جوری نظر جلب کنی. طوری برخورد میکنی که جذبت بشن، کارت درست. پره پری، پره پری، همه چی به خودمون ربط داره، همه چی به خودمون ربط داره. خیلی باز نمی کنم موضوع رو، ولی تو اینقدر باهوشی که قشنگ درک کنی داستان چیه، قشنگ باید درک کنی داستان چیه. این دنیا با همه پیچیدگیش چند تا دستور ساده داره، چند تا قانون ساده داره که من اگر بفهمم زندگی رو حول حال نام میشه. اگه بفهمم، اگه بفهمم نه، اگه دوست داشته باشم بفهم، چون فهمش خیلی آسونه، ولی دوست نداریم گاه هم بفهمیم، فرار میکنیم ازش. وقتی هم با حقیقت روبرو میشیم میشکنیم از درون، خورد میشیم از درون. آقا خیلی مضحکه که تو به اون دانشگاه و رشته که لیاقتش داری نرسی به خاطر موبایل. خیلی ابلهی دیگه، دیگه بالاتر از این جمله خیلی مضحکه که از زیر صدر دانشگاه تهران نمیتونی رد بشی به خاطر اینکه موبایلت نمیذاره. خیلی مضحکه که اون رشته و دانشگاهی که لیاقتش داری نمیتونی بخونی به خاطر سریال، به خاطر خواب، به خاطر رفقات. خیلی مضحکه زندگی ما به گند میکشم به خاطر حرفهای بقیه آدمها. خیلی مضحکه بعد زندگی میکنم و در آینده افتضاح‌تر به خاطر دیدگاه اقوام. فهمش خیلی آسونه اتفاقا، ولی بعضیامون دوست داریم نفهمیمش، چون هزینه داره فهمیدنش، چون فهمیدنش خوردمون میکنه، چون له و لوردمون میکنه. مامانه میاد به بچهش میگه تو رو خدا حواست باشه به کنکورتا، یه چیزی نشه که بعدن زنم و تینا. مامان حسنم اون هرچی میخواد بگه بگه به درک، بگه زندگی من بسه. مامان جان میدونم، ولی تو رو خدا یه کاری بگو آبرومون. از همینجا شروع شد، از همینجا شروع شد. چه جلسه ای بود. اگه عادتهای منفی تو میخوای حذف کنی، اگه عادتهای منفی تو میخوای حذف بکنی، اولین قدم شناساییشونه. جرأت میخواد. وای این خیلی سخته. این خیلی سخته. آخه این خیلی سخته من بعد از 15 سال زندگی متوجه بشم که رفیقایی که اطرافم بودن آدم چرت و پرتن. خیلی جرأت میخواد. دیدی بعضی اوقات میدونیم غلطه ها. مهران خیلی گرم شد. بعضی اوقات میدونیم غلطه ها، دوست داریم بگن درسته، یعنی بدبخت دروغ شنیدنیم. آخ 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 چقدر داستان دردناک شد. دروغ دوست داریم، دروغ بگم بهمون. دوست داریم انگیزه رو گدایی کنیم. طرف مشاور کنکوره، درس ها رو بلد نیست، ضرایب درس ها رو بلد نیست، یه برنامه درسی نمیتونه بنویسه. دانش آموز من هفته پیش 4-5 ماه با این شون بوده، عوض کرده اومده تو سیستم مشاوره. من هیچ وقت در مورد هیچ کس حرف نزدم. هیچ. چیزایی که گفت انقدر دردناک بود. گفتم خب چرا پیشش بودید؟ حرفاش خیلی قشنگ بود. گفتم خب با این حرفای قشنگش ترازت چنده؟ 400. دستش درد نکنه. روز کنکور برو اون حرفای قشنگو برو پشت پاسخنامه سازمان سنجش بنویس ببینم چه رتبه‌ای بهت میده اون حرفای قشنگ. گداییم. دوست داریم دروغ بشنویم. گدای انگیزه ایم. چون ما فقرای هدفیم. فقر هدف واقعی داریم، یا هدف نداریم، یا اصلا نمیدونیم چه خبره، داریم ادا در میاریم.
شناسایی کن اول، یه صلیب بکش همین الان، سمت راست مثبت، سمت چپ منفی، همین الان بنویس عادتای غلطت چیه. آقا من خواب آلودگی صبح بین 7 داریم تا 10 هونیم. عادت غلطت چیه؟ بیحالی، کرختی بین ساعت فلان تا فلان. عادت مثبتت چیه؟ دینم، معتاد دینم شدم. یه چیزی یادت نره، معتاد بودن به خیلی از موضوعات مثبت اتفاقا که جزو ویژگی های طرف میتونه باشه. آقا من ورزش میکنم هر روز، معتاد ورزش نکنم روزم خرابه، خواب موندم 9 صبح بلند شدم ولی رفتم نیم ساعت دویدم، کار درست. آقا من موبایلم با بستگی ندارم، هست نیست گمش میکنم، به خدا اصلا مهم نیست، دمت گرم. آقا من آزمونای روزانم رو تحلیل نکنم مرگه، درده، بدبختیه، یه چیزی گم کردم، بیچارم، دمت گرم. قدم اول شناسایی، عادت مثبت و عادت منفیمو میشناسم. خیلی جیگر میخواد، حیف که دست و بالم تو کلاس بسته است، خیلی جیگر میخواد این داستان که تو عادتهای مثبت و منفی تو بتونی واقعا بشناسی و در موردش حرف بزنیم. این خیلی خوبه، این خیلی خوبه، این خیلی خوبه. گام دوم، عادتهای منفیمو ضعیف میکنم. آقا یعنی چی؟ یعنی آنتی عادت به کار میبرم. اینا رو همه رو واسهت میخوام بگم چیه داستان. من فقط مشاور تحصیلی تو که نیستم، من برادرتم، باید یه سری چیزها بهت یاد بدم که فردا که اومدی توی جامعه برگری بگی بابا دمت گرم، 2000 چیزی بارمونه، یکم آدم تر از بقیه این، فقط صرفا زنده نیستی. عادت منفی تو بشناس، شروع کن ضعیفش کن. آقا روزی 3 ساعت موبایل دستمه، فردا یه هفته بکنش 2 ساعت و 45 دقیقه، هفته بعد میکنمش 2 ساعت و نیم، هفته بعد میکنمش 2 ساعت و ربع. این یه تیپه. تیپ دوم اینه، آقا این موبایل من روزی 10 ساعت باش کار میکنم، نمیخوامش، کوبیدمش تو دیوار. بابا خیلی مردی. از این عراجیف که نه، آروم آروم باید این کارو کرد، وگرنه به تو لطمه میزن، بریز دور این چرت و پرتا رو. قدم اول، قدم اول در راه رسیدن به هدف، اوقیان علیه خوده، شورش علیه خود، با خودت بیفتی سر جنگ. روزی 2 لیوان قهوه میخورم، نمیخورم دیگه، دارم میمیرم ولی نمیخورم، نمیخورم، یهوی سمش میرم. روزی 3 ساعت با موبایل ور میرفتم، دیگه نمیرم، دیگه با موبایلم کاری ندارم. اولین قدم در راه رسیدن به هدف، شورش و طغیان علیه خوده، علیه عادت‌های منفی. خودت خودتو بزنی زمین، خودتو شناسایی کن، خیر خودتو بگیر، بگو چه فازیه، چه فازیه این مسخره بازی ها، این کم و کسری ها چیه صورت کردی داری دست من، این همه بد بودن و نبودن و افتضاح بودن برای چی در شأن تو بدبخت. این قدم اوله و خیلی سخته، و خیلی سخته، خیلی سخته. اصلا اون روز احساس میکنی ترک خوردی، من این مدل دیگه بودم، الان یه مدل. آها، فردا اولی شروع کن. 6 صبح بگه بیدار باشی، 6 بالاشو برو بیرون، بود تو برو رو بالکن، برو تو حیاط، برو رو پشت بوم، میترسی بری تو خیابون، برو بیرون تو این سرما، برو بیرون. ببین همین که لافر بندازی کنار، در وا کنی بری بیرون، آه این خیلی کار بزرگیه. بیا شرط بذاریم ببین فردا میتونی این کارو بکنی، ببین فردا میتونی این کارو کنی. قدم دوم، قدم دوم، عادتهای منفیمو آروم آروم ضعیف میکنم و عادتهای مثبتمو تقویت میکنم. ملتی عادت به کار میبرم که میگم داستان چی. آنتی عادت یعنی عادت منفیه رو آروم آروم کوچیک کنم، کمرنگ کنم تا محو شه. ملتی عادت یعنی عادت مثبت خوبه رو آروم آروم بزرگ کنم تا بزرگتر شه، قوی تر بشه، جای عادت منفیه رو بگیره. بچه فهمیدی تا اینجا؟ حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟
نیکا همین الان توضیح دادم، نمیتونی بری تو خیابون ورزش کنی، برو تو حیاط، برو رو بالکن، برو تو راپله، برو رو پشت بوم، از فضای خونه در بیا. الکی توجیه نکنید برای خودتون اینجوریه، پس من نمیتونم، من دخترم پس صبح نمیتونم، از در خونه برو بیرون، در خونه رو باز کن ببن پشت سرت، همونجا وایستا، ولی برو بیرون. گام سوم، این خیلی مهمه. همه آدم‌های روی کره زمین وقتی میخوان یه تغییر بزرگ داشته باشن، روزای اولش خوشگل‌ترین روزاشه، چون جو گرفتتشون. روزای اول که میری باشگاه میلخالی دادن دستت بزنی، ولی جلو آینه میزنی، اوف نگاه کن اصلا کلی تغییر کرده، پشت بازو، جلو بازو، رو بازو، زیر بازو، از این چیزا که میگن. روز اول خوشگلترین روزه، احساس میکنی که داری رو ابرا قدم برمیداری. چقدر خفن، خدا رو شکر که منم آدم موفقی شدم برای خانواده‌ام، خدا رو شکر که میتونم جامعه‌مو تغییر بدم، خدا رو شکر که به زودی کل دنیا منو میشناسن، آخه تغییر کردم. فازه چیه؟ کجایی؟ چی میزنی؟ روزای اول همه خوبه، همه خفنه، همه درجه یکه، اما ببین میتونی ادامهش بدی؟ گام سوم که سخت ترین قسمت داستانه، بر تکرار آنتی عادت ها، یعنی کوچیک کردن عادت های منفی، و ملتی عادت ها، بزرگ کردن عادت های مثبت، باید استمرار داشته باشی. یعنی تکرار و تکرار و تکرار و تکرار و تکرار. کار نیکو کردن از پر کردن است. برای این کار از هبیت تریکر استفاده می کنیم تا به نتیجه دلخواه، یعنی حذف کامل عادتهای منفی و تثبیت عادتهای مثبت برسیم. هبیت تریکر چیه و قراره چه اتفاقی بیفته رو تو کارگاه بعدی کامل و جامع در موردش صحبت می کنیم. ما تا اینجای کار خیلی چیزا یاد گرفتیم. یاد گرفتیم هدف داشته باشیم، هدفمون واقعی باشه، تو زمان کم، فشار بالا، حاشیه پایین، تمرکز بالا. ما یاد گرفتیم اگر هدفمون واقعی نباشه اتفاقی برامون نمیفته. خیلی چیزا یاد گرفتیم، خیلی فوق‌العاده بود، خیلی از الان به بعد میتونیم مثبت‌تر قدم برداریم. اما چون از یک آذر قراره که فرایندمون متفاوت تر بشه، از هفته اول آذر قراره فرایندمون متفاوت تر باشه، هبیت تریکر رو میخوایم شروع کنیم با هم دیگه. جلسه بعدی فرایند هبیت تریکر رو میخوام بهت یاد بدم. فقط یاد بگیر این داستانو. تا جلسه بعدی تو یک عالمه تمرین داری که باید حتما حتما انجام بدی. این تمرین ها مهمترین قسمت ماجرای زندگی تو هن. یک، شناسایی عادت. گفتیم یه جدول صلیبی میکشیم، عادتهای مثبت رو اینجا مینویسیم، عادتهای منفی. دو، جنگیدن با عادات منفی. میخوایم حذفشون کنیم. و قدم سوم، پروبال دادن به عادات مثبت. میخوایم زورشون رو بیشتر کنیم. عاداتمون رو میشناسیم، مثبت ها قوی تر، منفی ها
کوچیک کوچیک کوچیکتر تا جایی که حذفش میکنیم. اون وقت این میشه اون اتفاق خوبه، این میشه اون ماجرا خوشگله. خب مهران آخرین اسلاید پاور رو به من میدی؟ از اونجا نمیشه زد یه زد؟ خب من روی این دوتا بزن. نه آها میتونی بیاری جلو بکشیم. خب حالا بچه ها تا اینجا رو براه محمد پارسا این بار همه این درس رو دوره میشن. محمد مهری الان در مورد حتی نزدیکترین بستگان صحبت کردم. امیرعلی زارعی از 6600 دمت گرم ولی فعلا تراز مهم نیست. هله روبراهی؟ خب عرشیا میتونی بیای بالا؟ عرشیا رو بیاریم رو خط. عرشیا برو تو MD و درخواست بده. آفرین چه جمله‌ای خوبی. هر چی فهمیدید از کارگاه به من بگید بچه‌ها، خیلی مهمه. می‌خوام ببینم چی فهمیدید از کارگاه. در قالب یک جمله به من بگید از این کارگاه چی فهمیدید. در قالب یک جمله به من بگید از این کارگاه چی فهمیدید. این خیلی برام اهمیت داره که ببینم واقعاً چی متوجه شدید. از این کارگاه چی متوجه شدی؟ آفرین آفرین. به همتون توصیه میکنم نه یک بار دیگه، شاید دو سه بار نیاز باشه این کارگاه رو دوباره یه نگاهی بهش بندازید. این کارو بکنید بچه ها، این کارو بکنید. این خیلی اهمیت داره که درک کنی دقیقاً چه فضایی حاکمه و تو باید چه کارهایی انجام بدی. این خیلی اهمیت داره و خدا رو شکر که انقدر جذابید، همتون رو درک کردید داستان چیه. سلام عرشیا. عرشیا سلام، صدای منو شما داری؟ بله صداتون هست. خوبی های دکتر؟ مخلصیم، زنده باشیم. چه خبر، همه چی ردیفه؟ عالی استاد، همه چی ردیفه دیگه. دلمون واسه صداتون تنگ شده بود، گفتیم بیام کارگاه رو ببینیم. مخلصیم، لطف داری. عرشیا کامل تو کارگاه بودی؟ بله تقریبا. خیلی هم عالی. خب آیا عرشیا خان یه بار دیگه به ما بگو چه رشته‌ای میخونی، کدوم دانشگاه؟ داروی شهید بهشتی. بچه‌هایی که تو کلاسن الان خیلی دوست دارن که بفهمن عرشیا برداشتش از این کارگاه چی بوده. چرا اینو میگم عرشیا؟ به خاطر اینکه تو یک بار این مسیر رو رفتی، تو شرایط سختم رفتی، تهش هم به یک نتیجه هیجان انگیز رسیدی. من خودم حداقل خیلی دوست دارم نتیجه تو. چه برداشتی کردی از این کارگاه و چه پیامی برای بچه‌ها داری؟ برداشتم همونیه که اومدم تو کارگاه گفتم بهشون. واقعا هیچ چیزی ارزش اینو نداره که کنکور تو فرداش بکنی و اینکه حاشیه واسه ذهنت، واسه درس، واسه موفقیت بسکنه و اینکه انقدر بخونی تا به اون حدی که دوست دارید برسید و متوقف نشید به خاطر چیزهای مختلفی که مغزتون رو درگیر کنید. عرشیا تو هم حاشیه داشتی؟ البته که داشتی. حاشیه که زیاد داشتیم، موبایل بود، وضعیت مادر بود، یه چیزای مختلفی بود، ولی خب باید کنار بیای باش دیگه. موبایل چقدر وقت تو میگرفت عرشیا؟ موبایل دو سه ساعت، چهار ساعت، بس دیگه به زمانش داشت. میانگین به من بگو، میانگین روز چقدر؟ عرشیا عددا رو ببین آقا،
قبول شده دارو شهید بهشتی 3-4 ساعت با موبایل برمیاد. خب بهم عددا رو یه بار دیگه بگو هرشی. سال قبل این موقع همین حدودا بود، ولی خب دیگه جمعش کردن دیگه، زمان کنکور دیگه به روزی نیم ساعت هم نمیرسه. خب الان هرشی اگه برگردی به سال قبل چه کارهایی نمی کنی؟ موبایل رو کلن حذف میکنم، من تابستون حذف میکردم، نه مثلا 4-5 ماه مونده بعد کلن حذف. ببین نگفتی ارشیو وایسو نگفتی کم میکنم، گفتی حذف میکنم. کلن حذف میکردی موبایل واقعا؟ کلن حذف میکردم. اینقدر یعنی لطمه زد؟ خیلی لطمه میزنه، یعنی شما بگو 10 دقیقه بازی کردن است، شما بگو مثلا فوتبال دنبال کردن، یه چیزی رو دنبال کردن، بالاخره ظرفیت مغزتون میگیره دیگه. قبول دارم اینو. و اینکه ارشیا سانسور شده اینو بهم جواب بده، حالا هوای دانشگاه شهید بهشتی چطوره؟ به عنوان دانشجو شهید بهشتی خوبه، عالی، آروم میاد، در کمال آرامش داره. در کمال آرامش، خیلی هم عالی. و اینکه بچه‌هایی که اونجا هستن، دانشجوهایی که اونجا هستن چجوریان مدل فکرشون و این داستان ها؟ بچه لحاظ همه مدلی داریم دیگه. فاز بچه های شهید بهشتی، الان بچه های اینو دوست دارم بدونم، وارد یه دانشگاهی میشن که آدم هایی که اونجا هستن چه مدلی فکر میکنن؟ مثلا ببین طرف دانشجوی دانشگاه آزاد واحد مثلا چه میدونم فلانجا میشه، حالا اسمم نبریم، اصلا تو فضای درس و اینکه برم و بمونم و رقابت و آینده و فکر و بیزینس و این داستانا نیستم، فقط دارم واحد پاس میکنم. قاعدتا کسی که رفته دانشگاه شهید بهشتی با اون رتبه آینده رو یه مدل دیگه داره میبینه دیگه. بله دیگه، هر کسی هدف خاص خودش رو داره و اینکه بی هدف نمیمدن تو این رشته. خب خیلی همون رتبه همون جوری بود که مثلا پزشکی و دندون میتونستیم بزنیم ولی دارو رو انتخاب کردیم، پس یه هدفی از اون داشتیم که وارد شدیم، حالا وارد یه همچین رشته دانشگاهی و اینکه تو فاز درس. ایوان و خودت هدفت چیه؟ الان که رفتی وارد شدی بچه ها رو دیدی، احتمالا باید یکم انگولک شده باشی که یه مدل دیگه فکر کنی. هدف همون که فعلا این 5-6 سال رو به خیر و خوشی بگذرنیم، ایشالا بانمالای خوب و ایشالا جالی و دیگه درماد تخصصشن یه تصمیم درست حسابی باید بشین بگیریم. آها پس قراره ادامه دار باشه این داستان. بله انشالله. خب ارشیا بچه‌ها چون اینجا تو چت روم دارن هی میپرسن، من یه بار دیگه اینو بپرسم ازت، رتبه تو یه بار میگی ارشیا؟ رتبه‌ام 790. رتبه 790، دارو شهید بهشتی. دمت گرم ارشیا، من که همیشه وقتی صدا تو میشنوام کلی حس خوب میگیرم. دمت گرم که اینقدر بیشتر، خیلی خوشحال شدم صدا تو. بزرگواری، مراقب خودت باش ای دکتر. دمت گرم فعلا. زنده باشین، خسته نباشین. همچنین قربانت، فعلا خدافظ. خدافظ. خب قد شد ارتباطمون با ارشیا؟ اوکی حل. خب ارشیا هم بچه ها اگر بیشتر میخواید بشناسید، پستش تو اینستاگرام هستش. ارشیا با شرایط عجیب و غریب این رتبه رو به دست آورد و واقعا زیر صدم میتونست بیاره. ببینید حتما اون جلسه کارگاه رو. در مورد پروژه 120 خیلی نمیخوام صحبت کنم، همتون در جریان چه اتفاقی داره میفته. دیروز اولین روز 120 بوده برای ما و ما شروع کردیم توی پروژه 120 از 0-12 و دوباره داریم از اول میبندیم. تخصصی ها رو تستی تشییع، عمومی ها رو فقط تشییع، برای اینکه هم توی ترم 1 همه رو 20 بگیریم، هم برای در واقع نهایی بتره کنیم، هم بچه های فارغ التحصیل ترمیم معدل خفنی داشته باشه. من روز اول گفتم تو قرار نیست فکر کنی، من جای تو فکر میکنم، تو فقط کار رو انجام بده که نتیجه بگیریم. سیستم ما بردهداری مثبته در واقع، یعنی اون عنکبوته منم، ولی خب اونقدر خشمگین و سیاه و اینه صورتی هم، یه مقداری مهربون تر هستم. اگه عملا همراه باشی و کاری که میگم انجام بدی تو پروژه 120، تشییعارم اینا به خوردن جمع و جور میکنیم، 12 عمرم کامل تستنی انجام میشه و چیزی ازش باقی نمیمونه. تعداد بچه‌ای که جدیدن الان توی کلاس ما خیلی زیادن، بچه‌های مهمانم خیلی زیادن قاعدتا. اگه می‌خوای به جمعمون اضافه بشی الان وقتشه، الان خیلی وقت خوبیه، خیلی وقت خوبیه الان، چون می‌تونی خیلی راحت اینا رو با من ببندی، دیگه نگران مدرسه هم نباشی. یه موضوع هم خیلی ریز اینجا بهتون بگم که حواستون جمع باشه بچه‌ها،
نمراتی که توی مدرسه دارید میگیرید در قالب نمره مستمر یا هر داستان دیگه ای تأثیری در امتحانات نهایی نداره. امتحان نهایی فقط نمره برگه مهمه، یعنی شاید تو یک درسی رو در طول سال 10 بگیری، بعد بری توی امتحان نهایی اون درس رو 20 بگیری، همون اون نمره نهاییت منظور میشه و 40% تأثیر در کنکور سراسری هم مال معدل نهایی، نه معدل کل. البته بعضی از دانشگاه‌ها هستن که معدل کل هم به دردشون میخوره، مثلا بچه‌هایی که میخوان برن فرهنگیان بعد معدل کل بالایی داشته باشن، اما معدل نهایی و نمرات نهایی مهمه، نهایی نمره تو برگه اون خیلی مهمه. انضباط هم در روند رتبه کنکور تو تأثیری ندارد، چون این خیلی پرسیده بودی. فکر کنم دیگه خیلی واضح گفتم همه چیزو، خدا به دادمون برسه. خب 120 هم که میدونیم داستانش چیه، ما توی 7 هفته قراره کل دروس تخصصی و عمومی رو با هم دیگه در واقع جمع بکنیم و برسیم کل ترم 1 12 کامل کامل ببندیم تو طرح 120. بچه اگر احیانا از کلاس عقب افتادید، ببین خیلی مهم شد، اگر کلاس عقب افتادید، از برنامه عقب افتادید، آزمونا رو نزدی، تحلیل نکردی، عقب افتادی، از الان به بعد با من بیا جلو و با قبلیا کاری نداشته باش، چون همه دروس چندین بار از صفر تا صد خوانده خواهد شد و باز هم مرور خواهد شد. دیگه اینو به هر مدلی بلد بودم با هر فن بیان اینو گفتم، دیگه انشالله کسی نپرسه این داستانو. ببین دوباره الان سوالات فوق العاده سطح بالا و چیز، انضباط در رتبه کنکور تأثیری ند، از عقلمون استفاده کن. این همه من این جلسه صحبت کردم، نکنید این کارا رو دیگه، این کار زشته به خدا دیگه، ایسکا کرد. فقط نمرات نهایی تو میشه معدل نهایی و معدل نهایی 40% تأثیر مستقیم یعنی مثبت و منفی در رتبه کنکور تو. دیگه این سوالم جواب نمیدم. بچه‌هایی هم که جدید تو سیستم هستن همین الان کلمه پادگان رو بفرستن به 0936 755 0283، حالا توی واتساپ یا تلگرام یا ایتا یا سروش، دیگه هرچی پلتفرم هرچی هر جا گذاشته دیگه داریم استفاده میکنیم که کسی باقی نمونه، که واسهشون مجله طرح‌ها رو حالا VIP پروفشنال یا اسمارت رو بفرستن که بچه‌ها بتونن ازش استفاده کنن. آفرین مهدی بیراوند. خلاصه کارگاه یعنی حاشیه بی حاشیه. سینا سیفدار، مدیریت آزمون پروژه سوات الان خیلی زوده، تو بهمن گفته میشه الان خیلی زوده، الان خیلی زوده. آره بعضی از بچه‌ها اینو دارن میگن، میگن ما پرونده‌مون رو برداشتیم بردیم یه مدرسه غیر انتفاعی، باشون صحبت کردیم اونجا با ما کنار اومدن، حضورمون رو میزنن، مستمرامون رو 20 میدن، گفتن برید دیگه خودتون آماده بشید برای امتحان نهایی. مدیر اینجور مدارس گلی از گل‌های باغ بهشته. من این مدیرا رو خیلی دوست دارم، چون خیلی عاقلن. راست میگه. خلاصه کارگاه امروز ما، آفرین آفرین مهدی قشنگ، خلاصه کارگاه امروز ما این بود. این یعنی چی؟ HPH حاشیه بی حاشیه. آها یه نکته ای هم بگم، بچه‌ها دارن میپرسن پروفشنال 3 ماهه ای تو. در طرح پروفشنال تمام دانش آموزا میتونن هفته یک بار با من تلفنی صحبت کنن. چه جوری؟ توی تلگرام یا سروش درخواست میدن، اسمشون میاد تو لیست، اولین روز اولین نوبت خالی رو بهشون میدن. اگه سوالشون خیلی فوریه باید الان جواب بگیرن سریع بدونن چی به چیه، همونجا تو تلگرام یا سروش سوالتو بپرسی، من با توجه به این وضعیت اینترنت سریع به جواب میدم. و جدیدا هم دقت بکنید تمام تلاشم اینه که متن
بفرستم، چون همتون میگید آقا وایس نمیاد، باز نمیشه، اینترنت فلان، چشم متن میفرستید. بعضیاتونم که خیلی خوبید، این هفته کیمیا عالی بود، وایس داده به من 11 دقیقه. اگه تونستی خودتون رو باز بکنی واسه من تکستشو بفرست، من به جوابه. فکر کنم من مثلا تو واشنگتنم، منم همینجام دیگه، نتم همین اینه دیگه. یکم بچه ما مراقب باشیم دیگه، تو چه موقعیتی چه حرکتی داریم انجام میدیم. و توی طرح پروفشنال هم تایم گذاشتیم توی کانالتون، تو هفته روزها رو مشخص کنیم، ساعتها رو مشخص کنیم، میتونی تماس بگیری با پشتیبانت صحبت کنی اگر سوالی داری. اوکی، حله، دمتون گرم بچه. این واحد پشتیبانی، اگر سوالی دارید میتونید با واحد پشتیبانی تماس بگیرید، سوالتون رو بپرسید. اینم که واحد ثبت نام خود کلاسینو، نمیدونم داستان چیه، ولی کن گویا یه طرح و اینجور داستانایی هم دارن. کسایی که جدید هستن میخوان ثبت نام کنن، با این شماره 0219180 تماس بگیرن که سریع ثبت نامشون انجام بشه. هم که اینستا رو دارید، ما داریم تو اینستاگرام آروم آروم یه سری در واقع کارهای جدید انجام میدیم. یه سوالی هم بچه‌ها پرسیده بودن در مورد ترمیم معدل. بچه‌ها ترمیم معدل یعنی ترمیم نمرات نهایی که بتونی با معدل نهاییش تو کنکور رتبتو تغییر بدی. رب به مدرک دیپلمت نداره. فکر نکن اون نمراتو میری درست میکنی، مدرک دیپلمت هم نمرش جا به جا میشه، مخصوصا کسایی که میخوان از ایران برن. معدل کل دیپلم تو یک باره و هیچ تغییری روش انجام نمیشه. بعد از اونم 200 بار امتحان بدی که نمیشه، فقط یه بار میشه امتحان داد. فقط نمرات تغییر میکنه برای نهایی، برای کنکور ایران. خب پارسا، امکان نداره چنین داستانی، امکان نداره. حل رفقا، دمتون گرم، امیدوارم که این کارگاه بهتون کمک کرده باشه که یکم به خودتون بیاد. این از اون کارگاهیه که بهتون توصیه میکنم لطفاً تو رو خدا به همراه والدین، دوست، رفیق، آشنا یا حتی تنها یه بار دیگه بشین ببینش این کارگاهو، یه بار دیگه بشین ببینش، قطعاً که خیلی جاها واسهت کاربرد خواهد داشت. مراقب خودتون باشید، دمتون گرم که انقدر با حال و میزون هستید. به امید روزهای بهتر. خداحافظ.